در آن که هستی از عدم کرد، زلال علم جاری از قلم کرد. به نور خود چراغ دانش افروخت، به انسان شیوه دانایی آموخت. سپاس و ستایش زیبنده و مختص ذات اقدس و مقدسی است که اشرف مخلوقات را به زیور خرد و اندیشه بیاراست و دانش و قلم را به او ارزانی نمود تا با بهرهگیری از این نعمت بیبدیل و در پناه گرانبهای سلامت و مهارت مایه معاش و انتعاش وی گردد. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. با درود بر روح پرفتوح پیامبر عظیم شان اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. بینندگان گرامی، سلام و وقت شما بخیر. به برنامه سفره نور از تلویزیون جهانی اصلاح خوش آمدید. انشاءالله در هر کجایی از جهان که بیننده برنامه ما هستید سلامت و تندرست باشید و دعا میکنیم خداوند جل جلاله تا طاعات و عبادات همه ما و شما را در این ماه متبرک مورد قبول درگاه خیش قرار دهد. از شما دعوت میکنم مانند گذشته تا پایان برنامه همراهی مان کنید و از داشته های برنامه امروز هم استفاده بهینه را داشته باشید. باز هم مهمان داریم در استودیو، اینجا آقای مسعود فیضی، دانشجوی دانشکده پزشکی دانشگاه هرات با من هستند. جناب آقای فیضی خیلی خوش آمدید. ممنون از شما. سلام، خسته نباشید. خدمت شما، بینندگان عزیز شما، امیدوارم در کانون گرم خانواده خوب و خوش باشن و طاعات عبادات از اینا در این ماه مبارک مورد قبول درگاه حق بگرد. سلامت باشیم، از شما هم قبول باشه. سلامت. امروز چندمین روز از ماه مبارک رمضان ما خوبی خیلی از یادم رفته. انشالله اگر من فراموش نکرده باشم روز 14 باشه از این ماه. یعنی مطمئنیم که روز 14 انشالله. انشالله. بسیار خوب. دارید 14 روز آقای فیضی چی احساس داشتین امرا با روزهای ماه مبارک رمضان که امروز هم روز 14 حدودا چیزی 1 ساعت یا 40 دقیقه دیگه مانده که بخیر افطار بکنه؟ دیگه این ماه های مبارک رمضان، این روزهای از این ماه پربرکته. در این ماه روزها ما امتحانات هم داریم در پانتون، اندک برای ما سخت کرده کاره، اما از خداوند او ایمان قوی میخواین تا این روزهای دیگر هم با مو شور اشتیاقی که هست بتانیم عباداتی کنیم که مورد قبول درگاه حق باشه. انشاءالله. یعنی درس خواندن زیاد باید شده، شما کم روزه برای اندک شما تأثیر بود. اندک تأثیر میگذاره، طبیعی است. بسیار خوب، میخواییم امروز یک بحث بسیار مهمه که هر کس در زندگی ممکنه برش اتفاق افتاده باشه با شما صحبت بکنین. دوستان نیک و تأثیر آن در زندگی معمولا بحث بسیار مهمه و دوست داریم که ما و بیننده های عزیز ما بیشتر بدانه. ابتدا دوست دارم از اینجا پرسش آغاز بکنم که به چه کس ما دقیقا دوست گفته میتونه؟ هر کس میتونه دوست باشه بر انسان؟ دقیقا نه، خیلی موضوع خوب مطرح کردیم. از دید ما به کسی ما دوست میگیم که انسان وقتی در کنار از او تمام اندوه و غم خود فراموش میکنه و دل راحت خیلی با زمان ساده با او صحبت میکنه و متوجه گذر زمان هرگز نمیشه و زمان بسیار خوش برای میگذره، این ما میتونیم دوست بگیم و رابطه دوست در کنار یک فرد ما میتونیم او دوست بنامیم که احساس راحتی داشته باشیم، تسکین بکنیم در کنار از او. بسیار خوب. انتخاب یک دوست برای هر کس مشکله و ممکنه که دغدغه داشته باشه که من یه دوست بگیرم یا نگیرم در زندگی. حالا میخوایم که برای این که ما چگونه بتونیم یک رابطه دوستی خوب و موفق برقرار بکنیم از دید شما؟ طبیعتا انسان یک موجود اجتماعیه و در یک اجتماع زندگی میکنه و در این اجتماع روابط گوناگونیه، روابط خویشاوندی، نسبی. یکی از این رابطه رابطه دوستی میباشه. بله. که انسان از آوان کودکی وقتی پا میگذاره به اجتماع طبعا در دنبال جستجوی رابطه های دوستی میباشه و خود یافتن دوست هم مراحل زیادی داره و انسان تا یک سنین مثلا سن 35 سالگی از او بعد نمیتونه دیگه دوستان جدیدی پیدا کنه. در این راستا انسان در دوره جوانی در جستجوی یافتن دوستای نزدیکتر، دوستای بهتر، دوستای متفاوتتری هست و این دوستا خود ملاک های دارن و که باید اون آدم در نظر بگیره که یک این دوست به نفع ما هست، میتونه انسان در مور هدفی که داره میتونه برسانه به او، میتونه به صلاح و رستگاری برسه یا که خیر. و این ملاکار انسان باید در نظر بگیره و همون دوستی که مورد نظر از او است او رو انتخاب بکنه و دوستی بگیره. پس ملاکه که شما گفتین باید حتما هر عزیزی که میخواه یک دوست انتخاب بکنه باید
برای یک رابطه موفق باید در نظر بگیره. ما یک استاد داشتیم ده صنف سوم بود، اگر بیننده برنامه ما باشند استاد فرزام، شما هم شاید بشناسید، یک استاد فلان استاد دانشگاه، نقاش بسیار خوبیه، یک نقاش بسیار عالیه. همیشه وقت تاکید میکرد، یک صنفی ما سر صنفی استاد کرد، گفت همین جمله برای من معنا بکن، گفت تو دوست خور برای من معرفی کن که ما تو رو برای تو معرفی کنم. حالا میخوایم همین جمله رو شما معرفی بکنن که دقیقا معنای جمله چیه، تو دوست خور برای من معرفی کن که ما تو رو برای تو معرفی بکنم. دقیقا عجب حافظه قوی دارن که اصلا فسه و یاد شما هست. خیلی جمله پرمعنا و پرمفهومی گفتم. اینا زمانی میگن شما دوست خود معرفی کن که من شخصیت تو و رفتار تو معرفی کنم. به این علت چون وقتی ما یک شخص را برای خود دوست میگیریم و هم نشین میگیریم، طبیعتا تمام خوی و عادات ما هم رنگ از اون میشه. اون پیامبر اسلام گفتن شما اشخاص نیکوکار به دوستی بگیرید، چون شما طبیعت شما با طبیعت ازو یک میشه و اخلاق و رفتار و کردار و منش شما از روی ازو کپی برداری میکنیم و شما به همون طریق اونا رو بروز میدیم. و دقیقاً همین مقوله هم همین جگاه استفاده میشه. وقتی اگر دوستم نیک باشه من او رو معرفی بکنم، من به عنوان شخص نیک معرفی میشم. اگر خدای نکرده دوست بده و عنوان بده به او خطاب بشه، من او رو قبول کنم به دوستی، من هم همون عنوان بد به بندم خطاب میشم. استدی که اگر رابطه ما با یک دوست خدا نکرده بد داشته باشیم، هر کس قضاوت اینه که خودت هم بد، چون با دوست بعد برای خود انتخاب کنیم. برای اینکه که ما یک دوست خوب انتخاب بکنیم در زندگی، شاخصه های مشخصات صفات وجود داره که ما بدانیم که دقیقاً به چی اساس ما یک دوست خوب انتخاب کنیم. دقیقاً وقتی یک انسان میخواد دوست، یک شخص عنوان دوست انتخاب کنه، شاخص های زیاد میشه. مهمترین از اینا اینه که ایمان داشته باشه او شخص، چون انسان مؤمن هیچ وقت یک غیر مؤمن به دوستی نمیگیره. پس ایمان شرط اصلی از اینه، یک از شاخصهای اصلی از اینه. شعبه دیگه یا شاخصه دوم از او صداقت یک دوسته، یک دوست راستگو، صداقت. هر وقت میخواست یک حرفی به ما بزنه بدون اینکه گرچه بر ما بد هم بخوره بیاد صداقت راستی ده بگه. شاخصه دیگه اخلاق نیکویی داشته باشه، اخلاق حسن رفتار نیکویی داشته باشه. وقتی با من میاد صحبت میکنه، من از رفتار از اون متاثر باشم. اگر غمگین هستم شاد باشم، اگر خدا نکرده حس بد دارم، او به حسن نیت تبدیل کنه. دیگه مثلا تکبر و غرور امر به تواضع تبدیل کنه. اینا و یک ملاک دیگه که من خود دوست دارم اینه که دوستم باشه، اینه که کنجکاو باشه و همیشه در پی جستجو و کاوش چیزهای نو باشه، چون جهان هستی که خداوند برای ما خلق کرده چیزهای خیلی زیاده داره، ما به یک گوشه از این هستیم. من دوست دارم که شخصی که به دوستی میگیرم با ما باشه و همیشه به دنبال چیزهای بدی و نو باشه تا زندگی ما از رنگ روی که عادی هست بیرون بیایه و یک زندگی با پرشوق و شور داشته باشه. بدون شک اگر ما مطالعه بکنیم، کتابای دوستیابی رو مطالعه بکنیم، شاید هزاران شاخصه برای انتخاب یک دوست وجود داشته باشه، چیزایی هم که شما عرض کردین. فقط کوتاه بگیم که بهترین دوست شما کیست؟ من بهترین دوست گفتن از این سخته، چون هر کسی که در زندگی ایمه حتی کوچکترین کلامی گفته که سبب شده من رفتار خوب را اساس از اون بسازم و مشکلات من رفع شه، اون من دوست خواه میدانم. و تمام اشخاصی که با من حتی سلام علیک دارم، اونا رو من دوست و بهترین دوست خواهم شد. بهترین دوست نام گرفتن برای شما بسیار سخته. بسیار سخته. بهترین دوست که خیلی آسانه نام بگیریم. بهترین دوست کسیه که انسان از اهداف که داره دور بگردونه، کسیه که انسان او اهدافی که تعیین میکنه صد یا مانعی بشه به رسیدن از او، کسی که وقت انسان تلف کنه به چیزهای بیهوده، او بهترین دوست انسان. فقط به عنوان پرسش آخر، چگونه رابطه دوستی خوب مستحکم نگه داره؟ دقیقا پیامبر خدا میگه اگر شما شخص دوست داریم در گوش از او بگین که من تو به خاطر خدا دوست دارم، این نیاحب بکن فی الله. بدون شک این وقت شما دست میدین به او و دست خود تکن میدین، تمام گناهان شما میریزه. و این رابطه متقاضای از این هسته که شما صداقت داشته باشین و او چیزهایی که دوست شما از شما میخواه اگر معقوله اونا رو انجام بدین و همدیگر بپذیریم و مشکلات با کنار یک دیگر اونا رفع بکنیم، بتانیم دوستی خود تا آخر به پایان برسانیم. بسیار تشکر، امیدوارم که همه بیننده های عزیز که بحث دنبال کردن دنبال یک دوستی بگردن که تمام شاخصهایی که شما گفتین
داشته باشه تا یک دوستی خوبی داشته باشن. ممنون از حضور شما آقای مسعود فیضی، دانشجوی دانشکده پزشکی دانشگاه هرات، از اینکه در برنامه حضور یافتید. ممنون و ممنون از شما بینندگان گرامی که بحث دنبال کردین. بعد از یک میان برنامه کوتاه همکارم با شما خواهد بود.